شیطان به چهار طریق به ما حمله میکنه. میخوام این چهار طریق به شما بگم. قبلا هم گفتم اما اشکال نداره از تکرارش. اولین روشی که در واقع شیطان شروع میکنه در واقع بر ضد ما عمل کردن، میره پیش خدا بر ضد ما. کلام خدا رو نمونهشو ایوبو میاره، میگه که رفت پیش ایوب گفت این سیامک رو میبینی؟ این قلی رو میبینی؟ تو اینو برکتش دادی به طور خاص، فقط اجازه بده یه ذره لای انگشتو باز کن، من یه ذره وارد بشم بهش فشار بیارم، اون موقع میفهمی چند مرد حلاجه این. این سیامک ببین چطوری انکارت میکنه. همین سیامکی که راجع به پیغام انجیل داره حرف میزنه، ببین چطوری انکارت میکنه. فقط یه ذره دستتو باز کن ببین چطوری ولت میکنه، ببین چطوری میفروشتت، ببین چطوری دست تو حنا میذاره. فقط یه ذره اجازه بده بهش فشار بیارم. و میبینی کلام خدا میگه اجازه داد. اما خدا رو در عهد جدید این موضوع حل شده است به نوعی. چون وقتی میره پیش در واقع اگه پیش خدا بره، مسیح تو دهنش میزنه آمین، چون که روی صلیب این موضوع رو حل کرد. به فیض من او را محبت میکنم، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه، میدونم فشارش بدی بله منو این کار میکنه، خودم میدونم، اما به واسطه فیض و عشق و علاقم به او را محبت کردم. آمین. پس یه تو دهنی از بالا میخوره که روی صلیب کلام خدا میگه تمام قدرت شیطان رو روی صلیب رسوا کرد. آمین. تمام سند محکومیتی رو که بر علیه ما نوشته شده بود پاره کرد. آمین. پس جوابش داد عیسی مسیح رو صلیب، و خدا را شکر به همین دلیل داره به ما میگه من قبلا با این حریف روبرو شدم، شکستش دادم، تو هم یاد بگیر این حریف شکست خورده است. آمین. وقتی داره با تو حرف میزنه که خدا تو رو دوست نداره یا هر چیزی، بدون که در واقع پاسخ چیه. پس اولین روشی که در واقع میاد از بالا شروع میکنه، میبینه نمیتونه فاصله بندازه، میاد سراغ ما. این خدا قادر مطلقه؟ واقعا شفا دهنده است؟ پس چرا شفا نمیده؟ خدای رزاقه؟ پس چرا رزق و روزی بهت نمیده؟ گفتی خدا خدای حمایت کننده است؟ پس چرا حمایتت نمیکنه؟ تو گفتی دعاها رو میشنوه، نه؟ کاری به جز شنیدن دعا نداره، پس چرا دعای تو رو نمیشنوه؟ اصلا خدا تو رو دوست داره؟ مطمئنی؟ میشناسید این جملاتو نه؟ درمون رو تکون بدیم؟ خوب میشناسید. دائم میاد پیش ما بر ضد خدا. خدا تو رو دوست؟ چرا نداره؟ نگاه کن. جالبه. فراموش میکنیم که خدا از چه آتشهایی ما رو رهایی داد، خدا من از چه آبهایی ما رو عبور داد، خدا از چه صخره‌هایی ما رو رهایی داد، خدا از چه بدبختی‌های مصیبت‌هایی ما رو رهایی داد. این همون خدایی که شهادتش میدادیم، این همون خدایی که در واقع از صخره به ما آب داد، در واقع در ابر آتش با ما بود، به نوعی ما رو از میگرشن ها عبور داد، از بیماری ها عبور داد. و اگر دست بر محبت همین خدا نبود، ما تا الان هفت کفن پوسنده بودیم. اما اگه مثل ایوب باشی و جواب بدی خدا داد خدا گرفت، ولی من حکم من وکیل مدافعی من زنده است، او شفا دهنده منه، اگه جوابشو بهش بدی او این از کجا داره میاد؟ این دو نفر خیلی با هم رابطهشون خوبه، رفتم بالا زد تو دهنم، اومدم پایین زد تو دهنم، چه کار بکنم؟ این یه جایی داره این یاد میگیره. این همون جوجه ای بود که قبلا بهش میگفتم دو سوت بیا، میومد دنبال من، هر چی بهش میگفتم گوش میکرد. این همونها الان به من ایستاده داره جواب منو پس میده. آها، این داره میره کلیسای اسن، از اونجا داره یاد میگیره، از موعظه ها داره یاد میگیره، از اینترنت داره یاد میگیره، از تلویزیون داره یاد میگیره. اوکی، حالا میدونم چی کارش کنم.
میبینی؟ برای اقامتش اومده، نگاه نکن بالا پایین میپره. همه که مثل تو صادق نیستن، مثل تو آدم شفاف، آب شفاف، اینا دروغن، خالی بندن. آخه ایرانی ها همشون همینطورن. تو خودت نگاه نکن ساده بیچاره، این نگاه نکن علی که میگه دوستت دارم خالی میبنده. اون یارو نگاه کن، نگاه کن چیکار میکنه، اسم خودش هم ایماندار گذاشته. حیف تو نیست تو اینجا؟ دائم نشونت میده، نشونت میده، نشونت میده، نشونت میده، نشونت میده، نشونت میده. این بیچاره آب زلال فاق سیاه میشه دلش. چیکار میکنه؟ ول میکنه میره. حالا اون موقع خدا تو رو دوست نداره، باور میکنه. افتادن های ما از کجا شروع میشه؟ از زمانی که یکی از این تاریخ ها رو در واقع ما میخوریم. روش چهارمش چیه؟ خب یه دفعه مثلا میزنه و یه دفعه یه آبی میریزه. تو هم شدی ایماندار، همش خودت خیس میکنی؟ خودتو مسخره کردی، الکی بالا پایین میپری؟ برو خودت جمع کن، نگاه کن چطوری خشم میگیری، نگاه کن دروغ میگی، نگاه کن اینه میگی، نگاه کن اون کارو میکنی. اصلا تو ایمان داری؟ اصلا تو مست داری؟ تو اصلا به درد خدمت میخوری؟ اصلا تو خدا تو رو فکر کردی نمیبینه؟ دائم بر علیه تو میکوبه، 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 میکوبه. به یه جایی میرسی که به افسردگی میرسی. من به درد نمیخورم. مثلا آدمایی که یه ذره با خودشون واقع بینانه نگاه میکنن، اینها خیلی زودتر میخورن زمین.